سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ تدوین ریلز های اینستاگرامی. اگه آتلیه دارید یا تدوینگر هستید، قطعا براتون مهمه که تو اینستاگرام، پلتفرم محبوبی که این روزا همه توش فعالیت میکنن و خیلی مشتری میگیرن و عروس داماد، و حالا اگه آتلیه دارن عروس داماد برای قرارداد میان، یا اگر تدوینگرن کارفرماها میبینن، کلا ساختن ریلز حرفه‌ای مربوط به حوزه ودینگ خیلی خیلی کاربردیه. یه سری نکات رو باید یاد بگیرید، یه سری اصول رو باید یاد بگیرید، یه سری ترفندا رو بهتون تو این ویدیو میگم، خیلی خیلی مهمه. این قسمت رو میخواستم برای دوره ودینگ آپلود کنم، اما تصمیم گرفتم برای یوتیوب بذارم، پس دقت کنید. خب ما اول باید ببینیم که سایز ریلز اینستاگرامی چیه. سایز ریلز اینستاگرامی خب مشخصه، توی گوگل هم سرچ کنید هست. 1080 در 1920، یعنی ارزش 1080، ارتفاعش 1920 بر اساس پیکسل، یعنی 1080 پیکسل در 1920 پیکسل که میشه همون فول اچ دی برعکس، یعنی فول اچ دی ایستاده. سایز ریلزا و استوری های اینستاگرام به این شکله. حالا یه سری چیزایی که، یعنی یه سری مشکلاتی که خیلیاتون دارید اینه که فیلم ها خب توی ودینگ، حالا تو فرمالیته یا روز مراسم، همینجوری رکورد میشه، یعنی همین چیزی که دارید میبینید، همین ابعادی که الان دارید مشاهده میکنید، 1920 در 1080، یعنی ابعاد 16:9 یا همون فول اچ دی استانداردی که رایجه و باید هم همینجوری گرفته بشه. اما وقتی میخوایم داخل اینستاگرام استفاده کنید، دو تا راه وجود داره. یا باید همین رو یه ذره زوم کنید که خب یه ذره تصویر ممکنه بیکیفیت بشه و اطراف تصویر رو از دست میدید، یا اینکه باید موقع فیلمبرداری دوربین اینوری گرفته بشه، یعنی مخصوص اینستاگرام و مخصوص ریلز یه سری تصاویر رو بگیرید. مثلا حالا تو یه سری تو فرمالیته هستن که دوربین رو اینوری میگیرن برای حالا فعالیت اینستاگرامشون، مثلا در 15 تا شات این مدلی میگیرن بعد باهاش کلیپ میزنن، یا هم که حالا 4K میگیرن زوم میکنن، اونقدر افت کیفیت پیدا نمیکنه و میتونن استفاده کنن. ولی خب درست 4K افت کیفیت پیدا نمیکنه، اما خب اون اطراف تصویر وقتی شما از دست بدید زوم کنید، خب ممکنه کادرتون به اون زیبایی در نیاد. ولی اگه موقع فیلم برداری دوربین رو اینوری بگیرید، فیلم برداری کنید، خیلی خیلی بهتره. خب حالا ما میتونیم با همون عکس، در واقع با همون سایز استانداردی که داریم، یه سری خلاقیت به خرج بدیم که ریلزا خوشگل‌تر بشه. مثل همین ریلزای ستایی که تو اینترنت خیلی رایجه و خیلی کاربردی، حالا میشه دو تاش عکس باشه، وسطی ویدیو باشه، یا وسط عکس باشه دو تا ویدیو پلی بشه، کارهای باحالی میشه کرد. این نکات رو میخوام بهتون یاد بدم. خب ما اولین کاری که باید بکنیم، داخل پریمیر یه سایز باز کنیم، به ابعاد یه سکانس باز کنیم، به ابعاد 29 فریم باشه، یعنی اون 30 فریم باشه، 29:97 روی کاستوم بذارید که بتونید تغییرش بدید. سایز رو میذاریم 1080 در 1920، بقیه تنظیمات به این شکل باشه و همین، تنظیم خاص دیگه نداره. اوکی، حالا اگه برید داخل سکانس سیتی، اینجا میبینید 1080 در 1920. خب به این شوله به این شوله به این صورت. خب ما این سایز سکانسمون رو اینجا ساختیم. حالا ما میریم یه دونه ویدیو میاریم، مثلا ما از همینجا ویدیوهای آماده، خب مثلا چند تا ویدیو، خب من اگه این چند تا رو بخوام بیارم، خب کپی میکنم میارم اینجا. خب اینا سایزشون میبینین، سایزشون 1920x1080 دیگر. مثلا این تصویر، خب ابعاد تصویرش از بین رفته و اگه اینو میبینید اطرافش رفته. خب اینو یا باید اینجوری زوم کنید که تبدیل به ریلز بشه، ما الان چپ و راستش رو دیگه نداریم، یعنی باید یه کادری رو شما در بیارید و حالا چون این فیلم ها 4K هن، اونقدر افت کیفیت پیدا نمی کنن. ولی میگم باید کادر رو در بیارید دیگه، اینجا به عهده تدوینگره که کادر در بیاره، اون دیگه فیلمبردار فیلمشون گرفته و الان شما باید یه کادر خوشگل در بیارید. مثلا همینجوری خیلی عادی نذارید، اگه میشه مثلا اینجوری بذارید، خب خیلی خوشگل تر تا اینکه بخواد اینجوری پخش بشه. میبینید اگه مثلا از این گوشه بیان خیلی بهتره، میبینید خوشگل تر میشه. یه سری کادربندی ها رو میتونید انجام بدید، میتونید حتی مثلا کیفریم هم بذارید. ما الان اینجا از کاد زدن بیرون دیگه، خب اینجا هن. میشه مثلا کیفریم رو روشن کرد، بعدش مثلا اینجا این آورد اینورتر، ببین چجوری میشه
انگار که دوربین داره تکون میخوره. اینا دیگه خلاقیتی که توی تدوین میتونید داشته باشید برای ساختن ریلزای حرفه‌ای. یا مثلا یه سری کارهای دیگه که میتونید بکنید اینی که تصاویر رو هم بذارید دیگه. برای درست کردن شما میرید چند تا تصویر رو میذارید رو هم، مثلا من اینو میام میذارم، اینو هم میذارم. خب این سه تا تصویر میخوام رو هم باشه، ولی خب الان فقط رویه رو نشون میده، یعنی دوتا رو نشون نمیده. ما میتونیم خیلی راحت بیام از طریق افکت کنترل تصویر رویه رو یه ذره کوچیک کنیم. خب این پیشنهادم بهتون میدم که وقتی اینجوری به ترتیب میچینید، خب همینجوری به ترتیب هم درست کنید، یعنی اولی از بالا بره رو تو رأس قرار بگیره، وسطی همون وسط باشه، آخری از پایینم یا اولی از پایینم همون اولی از پایین باشه توی کادر بنده. اینجوری خیلی راحت تر کار میکنید، یعنی همونجوری به ترتیب پیش برید. من الان پس اینو که تصویر رویه رو کوچیک میکنم سایزشو، معمولا تا مثلا زوم 57 اوکیه. میبینید یعنی مثلا یه دونه دیگه زوم کنم این از اطراف کاد میزنه بیرون. ببینید اطراف کاد میزنه، همون زوم 57 معمولا واسه فیلم های فول اچ دی که میاد توی سایز ریلز کافیه. و میبرمش بالا میذارم، میبرمش بالا میذارم توی مثلا این ابعاد، توی این جاها. خب حالا همینو میتونم بیام از اینجا کلیک راست کنم، توی این موشن کلیک راست کنم کپی کنم، یا یعنی اینکه میتونم بیام روی شات کلیک راست کنم کپی، به این دوتای پایینی هم، خب به این دوتای پایینی هم پیس اتریبیوت بدم. خب این دوتا رو با هم دیگه بگیرم، کلیک راست، پیس اتریبیوت، و به این شکل تمام تنظیمات اون بالایی هم به این اعمال شدن، همه این ستا زیر هم هستن. پس ما میام دومی رو میزنیم، میایم وسط در وسط میذاریم پوزیشنش رو. حالا پوزیشنش رو دیگه اینجوری بر نگردونید، همین در واقع ریست پارامتر رو بزنی تنظیماتش برمیگرده به همون حالتی که بود، پوزیشنش برمیگرده به همون حالتی بود، پس میاد این وسط قرار میگیره. اینجوری میتونید بفهمید که دقیقاً وسط وسطه. و آخری هم میاریم پایین پایین میذاریم به این شکل. نکاتی که باید دقت کنید که خیلی خیلی مهمه، فاصله تصاویر با همه. توی تصاویر ستایی خیلی خوشگل میشه که همه چیز منظم باشه. مثلا ما الان اینجا زوم میکنیم، خب ببینید فاصله این مشکی ها با این دقیقا یکیه، یه ذره شاید مثلا پایینی بیشتر باشه. خب دقیقا زوم کنید یکی بذارید، مثلا بعضی اینجوری درست میکنن. خب خیلی بی نظم، ببینید این فاصله بیشتر از اینه دیگه. خب این بده، این اگه همینجوری پست بشه بده، باید منظم باشه، باید قشنگ اندازه ها یکسان باشه. حتی اگه میخواید مثلا میتونید زوم هم بکنید، از اینجا مثلا رو 100 بذارید یا 150 بذارید، ببینید فاصله ها با چشم راحت میشه متوجه شد. مثلا این فکر کنم یه پیکسل باید بیاد بالا. ببینید این تصویر پایینی باید یه ذره بیاد بالا. من اگه نگاه میکنم من مثلا دقیقا یکی هم. خب این خیلی مهمه که توی ریلزا رعایت کنید و اینجوری خیلی راحت تصاویر پخش میشن و میتونید از سه تا تصویر مختلف یا مشابه، یعنی مشابه باشه بهتر، یا مثلا دوتای اولی و آخری مشابه باشه، وسطی یه چیز دیگر پخش کنه، یا اولی و آخری عکس باشه. عکس هم همینجوری میاد، همینجوری میچینید توی پریمیر، عکس رو میچینید اینجا و اونا رو چیز میکنید، یا اصلا ما میتونیم اینجا خیلی راحت همین رو تبدیل به عکس کنیم. من اینو اولیه رو میام کلیک راست میکنم، اد فریم هولد رو میزنم که میبینید فریم چیز میشه، فریز میشه. اینم همینجوری اد فریم هولد رو میزنم تبدیل به عکس میشم و الان فقط وسطی پخش میشه. میبینید خیلی خیلی راحت اونو تبدیل به یک عکس شده. میتونید همین فیلم ها رو هم یه تیکش رو که حالا زاویه خوبیه و تصویر خوبیه رو مثل عکس کنید و اد فریم هولد بزنید. اینا نکاتی که دارم ریز ریز دونه دونه بهتون میگم که برای ساختن ریزا ازش استفاده کنید. کار دیگه‌ای که میتونید بکنید برای خوشگل تر کردن ریزا اینستاگرامی اینه که مثلا میتونید بخواید چند تایی استفاده کنین، مثلا ریلز 15 ثانیه است، 20 ثانیه است یا 30 ثانیه است، کلشو نه اینجوری ستایی نکنین، تو ذوق میزنه. چند ثانیه رو اینجوری کنی، چند ثانیه رو هم مثل همین تصویر که میبینید ذره زوم کنید اینجوری. خب میبینید چند ثانیه اینجوری، چند ثانیه اونجوری. الان من اینا رو میام، خب اینجوری، یعنی چند ثانیه اینجوری پخش بشه، چند ثانیه اینجوری پخش بشه. دوباره مثلا حالا یه حالت دیگه مثلا چیکار میکنم، میام برای مثال رو همین میگم،
میام اینو کنترل زد میذارم که تبدیل به فیلم بشن. خب میتونیم تصاویر اولی و پایینی رو سیاه‌سفید کنیم مثلا، کاریه که میتونید انجام بده. حالا من یه افکت بلک اند وایت معمولی رو میدم، شما از پریست های خیلی خوشگلتر برای سیاه‌سفید استفاده کنید. من الان توی این لپتاپ هم پریست ندارم. ببینیم مثلا اینجوری خب چقدر خوشگلتر میشه تصویر اولی و آخری سیاه‌سفیده و وسطی رنگیه، و اینجوری میتونیم مثلا تصاویر حالا اونقدر مهم نیستن رو بذارید بالا و پایین، وسطی یه چیزی باشه که مهمتر باشه. یا میتونید یه کار دیگه هم بکنید، میتونید بیاید تصویر بالایی و پایینی و خب اپاسیتیش رو بیارید پایین. میتونید اپاسیتیش رو بیارید پایین مثلا اینجوری، رو اپاسیتی 50 باشه، به این صورت پخش کنید. و اینجاها بیاید یه سری نوشته ها بذارید، مثلا اینجا بیاید اسم استودیو رو بنویسید مثلا. خوشگل میشه دیگه، کارهای مختلف میتونید بکنید. اینا باعث میشه که ریلزتون ویو بخوره، دیده بشه. همینجوری فقط سایز 1080x1200 کافی نیست، باید کارهای مختلف بکنید. حالا خیلی کارهای دیگه، من دارم کاملا بیسیک میگم، اگه استقبال از این آموزش خوب باشه قطعا نکات بیشتری در مورد ریلز بهتون میگم، چالش های اینستاگرامی که میتونید درست کنید و بهتون نکاتش رو یاد میدم و خیلی چیزهای دیگه. اگه دوست داشتید حتما تو کامنت ها بنویسید تا پارت های بعدی این نوع آموزش که مخصوص ریلز هستم براتون بذارم. و دیگه چی کار میتونید بکنید مثلا برای ریلز؟ حالا مربوط به بیسیک میشه، بخوام بهتون بگم، عکسو که گفتم، سیاه‌سفید کردن رو گفتم، تصویر که اینجوری کامل میشه رو گفتم، اینکه کی فریم بذارید چپ و راست کنید بهتون گفتم. آها یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه که مثلا یکی از تکنیک هایی که تو ریلز میشه استفاده کرد، ما میایم یه تصویر دیگه میذاریم زیر تصویر رو، یا مثلا یه تصویری بذارید که حالت منظره داشته باشه. آها مثلا این خوشگل تر، اینو مثلا ما میذاریم این زیر. خب اینجا اینجوری این تصویر زیریه رو یه ذره زوم میکنیم که کل کادر رو بگیره، این تصویر رویه رو یه ذره اینجوری میکنیم. خب میشه مثلا اینجوری بیاد بالا که این حالا متناسب با این تصویرم دارم میگم، و این تصویر زیریه رو میذاریم اپاسیتی کم و بلک اند وایت. مثلا 2 ثانیه از شات ریلز رو اینجوری درست کنید، میبینید چه بال شد. اینا دیگه خلاقیت هایی که شما میتونید انجام بدید برای ریلزتون که حرفه‌ای تر بشه. رندر گرفتن اصلا میخواد کاری نداره دیگه، کنترل امو میزنید و بر اساس همون سایز مچ سورس اینو میزنید که بر اساس همون 1080 اینجا نوشته 1080 در 1920 رندر گرفته بشه و همینو خیلی راحت آپلود میکنید توی اینستاگرام. موقع آپلود کردنم حتما توی تنظیمات سیتینگ فکر کنم باشه توی اینستاگرام یه گزینه هست به اسم های کوالیتی آپلود، اون رو روشن کنید که با کیفیت بالا آپلود بشه توی اینستاگرام. و دیگه همین چیز دیگه تنظیم خاصی نداره. ها بیتریت هم موقع رندر همین، اگه مثلا 1080x1920 رندر میگیرید بیتریت هم مثلا همین هولوش 10 تا 12 کافیه و قابل قبوله، بیشتر از این دیگه نیاز نیست، همین 10 تا 12 کافیه، نهایت دیگه 15. و با این ترفند و این نکاتی که بهتون گفتم ریزو خروجی بگیرید، درست کنید، خروجی بگیرید، آپلود کنید و به همین راحتی کارهای خفن میتونید انجام بدید. اگه دوست داشتید این آموزش رو حتما لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید که اونها هم استفاده کنن. توی کامنت ها هم حتما نظرتون رو بگید، اگه دوست داشتید پارت بعدی بیاد حتما تو کامنت ها اعلام کنید. و مرسی که مثل همیشه حمایت میکنید. راستی ویدیوها رو داخل یوتیوب ببینید، اگه میخواید دوباره این ویدیو رو ببینید داخل همین یوتیوب ببینید، دانلودش نکن، حمایت بزرگی میکنی. تا یه آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خداحافظ.